درود بر شما. به افغانستان 1400 با من رشاد زریر از شبکه جهانی یک خوش آمدید. قوانین داخلی افغانستان و جایگاه بین المللی کشور، از انتقادهای یوناما تا حرمت طلبی ریاست الوزراء. در پی گسترش انتقادهای جهانی از قوانین داخلی افغانستان، به ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر که سازمان ملل نیز آن را محدود کننده خوانده بود، مقامات امارات اسلامی اما پیوسته از آن دفاع کرده و از جهان خواستند در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند. به تازگی اما دیداری که میان مسئول بخش سیاسی یوناما در کابل و رئیس دفتر معاون ریاست الوزراء صورت گرفته است، دو طرف بر سر مسائل با هم صحبت کردند و در این میان مولوی ذاکرالله ذاکر از اسکات اسمیت خواست بین افغانستان و جهان اعتماد سازی کنند، از رسانه‌های خارجی بخواهند از نظام بیش از این انتقاد و یا نظام را تخریب نکنند، و از سوی دیگر هم مولوی ذاکر از آقای اسمیت درخواست کرد با آنچه در درون افغانستان قوانین قلمداد می شود احترام بگذارند، همچنان که ما به دیپلماتان خارجی در کشور حرمت قائلیم. اما آنچه در افغانستان می‌گذرد، به ویژه قوانین، چه اثرات روی روابط بین المللی افغانستان و جایگاه کشور در نظام بین الملل خواهد داشت؟ به پاسخهای این پرسش خواهیم پرداخت با حضور مهمانانم. مولوی نور محمد ایقاز، آگاه مسائل سیاسی در استدیو، و همچنان دکتر سمیالله پویا، دیپلمات پیشین و عضو انستیتیوت شرق شناسی در مسکو. بسیار ممنون از حضور هر دو مهمان و آغاز میکنم با جناب آقای ایقاز. به نظر شما آنچه در درون افغانستان میگذرد، قوانین و اصول، چه اثری روی روابط افغانستان با دیگر کشورها دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او بیا تاسو لیدونکو اوریدونکو سلامونه احترامات تقدیم کوم. په اول قدم کې باید ووایم چې زه چې څه وایم، دا زما یو شخصي نظر دی، د چا په نمایندګۍ دلته نه یم. د یو عام افغان په صفت زه ستاسو سره خپل نظر شریکوم. دا چې د افغانستان داخلي قوانین د نور ممالکو بالخصوص د یوناما او د دوی د انتقاد ځای ګرځي، دا زه کاملا بې انصافي بولم. ځکه چې افغانستان چې دی اسلامي هیواد دی، نو اسلامي هیواد چې خپل هیواد دپاره اسلامي اصول قوانین جوړوي، دا د دوی حق دی. هیڅوک حق نه لري چې په دې امورو کې مداخله وکړي. دا چې دوی پر دې قوانینو باندې زموږ سره اړیکې خرابوي، دا د دوی بې انصافي ده. نو باید لکه موږ چې د چا په شخصي قوانینو کې مداخله نه کوو نو موده کړې. هر ملک بالخصوص کوپري ممالک د ځان لپاره څنګه قوانین جوړوي؟ حتی بعضې قوانین چې د موږ وینو په مطبوعاتو کې اور، بیخي انساني قوانین نه وي، بیخي د انسانانو د شرافت او د عزت سره مناسب نه وي. ای دغسې قوانینو، دغسې اصولو، دغسې عنعنات، دغسې کړنې موږ د دوی په هیوادو کې وینو. او دا چې زموږ د خپل هیواد لپاره چې اسلامي هیواد دی، د اسلامي اصولو سره سم قوانین جوړوو، دغسې په هغه باندې عمل کوو، او دوی دغسې زموږ سره اړیکې خرابوي یا په موږ انتقادونه کوي، دا مکمل بې انصافي ده. نو خواهش مو دا دی چې لکه موږ چې د دوی په قوانینو کې مداخله نه کوو، دوی آزاد ملکونه دي، نو باید دوی هم زموږ په قوانینو کې مداخله ونه کړي، په دې باید زموږ سره لیرېوالي رانه وي. درسته که بحث جهانی است و یکی هم سازمان ملل یا یوناما، که افغانستان از سالهای قدیم با سازمان ملل عضویت داره و یک سری معاهدات را امضا کرده که نماینده های سازمان ملل به مواد او اشاره می کنند. یکی از موادی که افغانستان متعهد به پایبندی به او است، مسائل مربوط به حقوق بشر هست و ایشان ادعا می کنند که حقوق بشر نقض شده در افغانستان. نظر شما در این مورد چه هست؟ بشری حقوق په افغانستان که الحمدلله چه امارات راغلی اسلامی نظام مقایم سویدی،
بشری حقوق سل پیستا محفوظ دی او دا چې هغه زموږ اسلامي قوانینو ته دی د بشر د حقوق خلاف وایي. اسلام دین اسلامي دین چې دی دا د بشر د حفاظت لپاره د بشر د نظم و نسق لپاره راغلی دی. خداوند متعال جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي آیت شریف څنګه د ځینه سوال ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې مکمل داخل سي او دا چې بیا موږ په اسلام مکمل عمل کوو د ملل متحد یا نور د کوپرې هیوادونو د انتقاد ځای دلته پیدا کیږي دا نو د دې کاملا بې انصافي ده ځکه چې موږ مسلمانان یو موږ په دې مکلف یو یو خو مطلق څوک وایي زه مسلمان یم په نامه په خوله وایي او اعمال یې د مسلمان نه وي آنگونه که بقیه کشورهای اسلامی رفتار میکنند شما فکر میکنید بقیه کشورها به این آیت پایبند نبودند و پیروش نبودند و کامل در اسلام داخل نیستند؟ دیر و دون دستی چی پا خواب مخ که و پا دیگه آیت شریف که دی عمل دی کوی پا دیگه در دیلان دیر اطلل چی ادخلو پی سلم کافا خمتاسی پانا دا هوادون چی دی اکثر هوادون بلکه طول اسلامی هوادون وست کپارو تحتی اثار گرزیده دیدی کپارو دیر کوشش و که چی اگه اسلامی هوادون تاسی یو دا سعودی عرب چی دا مسلمانان و مرکز دی یو خالتا کاملا اسلامی نظام حکم و خورست چی کم آغا موجوده نظام چې دی هلته پر هغو باندې امریکایانو نور یهودو کار وکړي نو هغه یو داسې نظام اوس د دوی سره جوړ کړی دی چې بیخي لکه بلا تشبیه د کوپري هیوادونو نظام هغه هیواد یې نهشیم وګړي د هیواد نه بالخصوص دا نظام یې شیم حکومت یې شیم هغه د یو داسې خلکو په لاس کې هلته اوس دی چې هېڅ اسلامي اصول نه مراتېږي دغسې نور هیوادونه را واخله چې مخکې صحیح وه وروسته کوپارو هلته کوښښ وکړي خپل کسان یې هلته په سر د اقتدار راوستل د حمایت یې وکړي موږ تاسې وینو چې په اکثر هیوادونه چې دي بالخصوص اسلامي هیوادونه آزاد نه دي کوپارو تر تاثیر لاندې دي او دا چې اسلامي امارت هر څه پر ځان منلی دي وږې تندې و تکلیفونه پر ځان وګڼل مقاوم جنګ جهاد یې وکړي د کوپارو سره خپل ځان یې آزاد کړي نو د ځان لپاره اوستې یو خپل هغه اسلامي اصول چې څنګه اسلام وایي ګورې طالبان به شما برمیگردیم نظر جناب آقای دکتر پویا را هم داشته باشیم که از دید شما جناب آقای پویا افغانستان امروز و جریانات جاری در افغانستان با فرایندهای بین المللی چقدر همسو و هماهنگ هست؟ سلام به شما و قاسم محترم باید بگویم که البته ما امروز در دنیای زندگی میکنیم که تمام استانداردهای اخلاقی در مجموع در دنیا در حالت تحول و تغییر است. این که جامعه بشری امروز از قوانینی که طبعا ما با کاملا موافق نیستم و مخالف هستم که حق شرعی انسان ها در جامعه عرض شود، حقوق مدنی انسان ها عرض شود، ما کاملا در هر اجتماعی که چنین حالت صورت بگیره مخالفش هستم. مثلا در غرب اگر شما ببینید امروز اونا قوانین را وضع میکنه که مخالف امو جامعه سنتی خود غرب بوده، مخالف حتی امو اساسات مذهبی او کشورها هستند. مثلا امی که امروز قوانین در رابطه با گندر مساوات گندری یا هموسکسوالیسم اونا پیشکش میکنن به جامعه و حتی اولاد جامعه انسان ها حق ندارن که اولاد خود تربیه بکنن، قسمی که اونا به شکل سنتی سابق تربیه میکردن، یعنی اولادشان اگر دختر می بود دختر میتونست باشه تا کرد، اگر بچه می بود باید بچه باشه. امروز یه حق ندارن که فامیلا در این قسمت مخالفت بکنن و در مجموع دولت ها میبینه که اونا تبلیغ میکنن، حتی دست از کودکستان گرفته تا مکاتب. در این قسمت ما نمی‌بینم که جامعه بشری کدام یا ملل متحد کدام انعکاس داشته باشه، کدام چیزی داشته باشه، انتقاد داشته باشه. این که در افغانستان چنین قوانین وضع میشه، همه مخالف از این هستم که باید حقوق ادبا باید مراعات شود.
زن و مرد حقوق حقیقی خود داشته باشند در چوکات. اول بخش اول صحبتتان را بعد در بیابم ما و بیننده ها که آیا منظور شما این هست که جامعه جهانی سازمان ملل هم برخوردهای چندگانه داره در برابر کشورها؟ کاملا درست فهمیدین. و بالاخره در مورد آنچه آقای ایقاظ فرمودند شما موافق ایشان نیستید، میگید در افغانستان هم آنچه هست کاملا درست نیست. من باز هم شما میگم که ما مخالف در مجموع مخالف حق انسانیه که یک انسان قائل است، چی مرد است چی زن است، باید مراعات شود. ما از لحاظ حقوقی مسائل را ارزیابی میکنم. قوانین باید قسم شود. قوانین مثلا اگر امروز ما در جامعه زندگی میکنم در روسیه که اینجا یک انستیتوت قانونگذاری وجود داره، یعنی نمایندگان ملت در قوانین سهم میگیرند، قوانین مریول اجرا قرار میدن، یک بار دو بار سه بار مورد بحث قرار میگیره، بعد از او که تصویب شد او از طرف رئیس جمهور امضا میشه و در جریده رسمی. اما امارت اسلامی باورش این است که منبع قوانین ما اسلام و قرآن است و از قبل تعیین شده. بله، ما شکر که ما اسلام تنها در افغانستان نیست، شکر که ما امروز در حدود 1.5 میلیارد نفوس جهان تابع اسلام هستند و بیشتر از 53 کشور اسلامی در جهان داریم و نمونه های بسیار خوب از کشورهای اسلامی داریم که در اونجا هم حقوق بشر مراعات میشه، هم شریعت مراعات میشه، هم تمدن در نظر گرفته میشه و تماما حقوق و جایب انسان ها مورد احترام قرار دارد. اما این قوانین که اینا گویا میگن به اساس شریعت است، ما از لحاظ شرعی نمیتونم، چون ما تحصیلات مذهبی ندارم، نمیتونم که ارزیابی بکنم. اما این را میدانم که در کشورهای اسلامی ما نمونه های خوب از قوانین داریم که در اساس به اساس شریعت استوار است و همچنان به اساس قوانین مدنی اونا. اما باور آقای قاز این گونه نیست، ایشان که مولوی هستند در علوم دینی تحصیل کردن میفرمایند که بقیه کشورهای اسلامی به گونه شایسته همچون امارت اسلامی پایبند اسلام نیستند. ما نمیتونم که با چون این اداره ما تثبیت بکنم و با موافق باشم. من میفهم که ما به کشورهای زیاد اسلامی سفر کردیم، در اونجا تمام اساسات حقوق ادبا مراعات میشه، انسان ها حق دارن که برن به مساجد خود، انسان ها حق دارن که مراسم دینی خود ادا بکنن، ایش نوع قیدات در این قسمت وجود ندارم. مثلا شما ببینید در امارات عربی، در عربستان سعودی، در قطر، در سایر کشورهای اسلامی، اندونزیا گرفته تا قطر تا عربستان سعودی، ما کشور نمونه های بسیار خوب از کشورهای اسلامی داریم که میتونیم از اونها استفاده بکنیم. و یکی از قوانین جنجال برانگیز در بیرون از افغانستان که از افغانستان بوده همین قانون امر به معروف و نهی از منکر هست. نظر شما چی است که شبیه این قانون در دیگر کشورها نداریم و یا این قانون فکر میکنید آنگونه که حقوق انسانها را اسلام برمیتابه برنتافته؟ ما چنین قانون در هیچ یک از کشورهای اسلامی نمیتونم. اگر مولای سب دارن میتونن که اظهار بکنن، اما باز هم اشاره میکنم که هر کشور حق داره که اساس قوانین داشته باشه. هر کشور حق داره که به اساس امو رسوم و رواج مملکت خود، کشور خود، قوانین را وضع بکنن که یعنی محدودیت ها را ایجاد نکنه بر افراد خود، بلکه آزادی های بیشتر در کار، در زندگی، در تحصیل فراهم بکنه. تشکر برمیگردم به شما. بسیار ممنون. جناب ایقاظ صحبت قبلیتان را تکمیل کنید، به ادامه بحث خواهیم پرداخت. بله، خو مخکمه ویل چې نور اسلامي هیوادونه چې دي هغه په نامه سره اسلامي هیوادونه دي، وګړي مسلمانان دي، خو متاسفانه حکومت یې حکمرانان یا هغه اداره یې د اسلامي اصولو سره صحیح عمل نه کوي. هغه د نورو کپري هیوادونو د زورواکو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي. همه کشورهای اسلامي؟ بالکل همه کشورهای اسلامي همداسې دي چې هلته مکمل چې څنګه لکه مخکې چې ما کوم آیات صاحب تلاوت کې چې ادخلو فی السلم کافه، خداوند جل جلاله وایي چې تاسې په اسلام کې مکمل داخل سي،
مکمل داخل سی مکمل خوامداد چی په ټول سنن او فرایز او واجبات په ټول باندې عمل وکي مختصي پانه چی بعضی اکثر هیوادونه بس ټول هیوادونه اسلامي چی دي هلته مکمل اسلامي نظام هلته حاکم ندی سید پر منځ باندې باندې پر منځ کې په امریکا کې هم بزنس نسته په سعودي کې هم باندې سپیس پر منځ باندې نسته په فرانسې کې هم پر منځ باندې نسته په امارات کې هم پر منځ باندې باندې نسته اما نور د اسلامي اصول دي مثلا مرتضی سو ویلای سو چې په داس اسلامي هوادونو د چالتہ چې په اسلام کې پرغه شه باندې بندیز دی لکه وس مثلا هم جنس بازی او قوانین دی الته د بیل نکاد نه رو د شه تا ګور تا ګو سر وسیدل دی د شراب بل بل هاج په اسلام کې پرغه باندې قطعی حرام ګڼل سوی بل خصوص په د سنن مخالفت خو به خیال ته مراد اجازه مت وی دوباره عمیق تر بپردازیم بیننده های گرامی میان برنامه کوتاه داریم دوباره برخواهیم گشت. سلام مجدد. آقای کاظم می‌فرمودید که نمونه های همچون همجنسگرایی، شرابخوری و مسائل از این دست زیاد هستند در دیگر کشورها که اینها میتواند حقوق بشر را از نظر شما نقض بکنه؟ مرتضوینو چه پا دنیزدی امارات را واخله هم ما یو خبر مخکې بیا تکراروم چې زه سوایم د ما شخصي نظر دی دا درست چا په نمایندګی نه په نږدې امارات رواخه امارات متحده عرب امارات چې یو اسلامي هیواد دی ګرانت چې دا اوس موږ په معلومات لرو د نور دوستان څخه خپل دروسه پر نیم تللی او یا په تلیفونو او تلویزیونو کې وینو هلته چې هغه غیر مشروع کاروبنه هیڅ بندیز نشته سره چې اسلامي هیواد دی هر څوک کولای شي چې هغه کارونه چې په امریکا کې کیږي هغه په امارات کې کیږي چې په امریکا کې کیږي هغه په ډېر داسې عرب هیوادونه دي چې مطلب المغرب راواخه مصر راواخله داسې عرب هیوادونه اسلامي هیوادونه دي هغه کارونه چې په امریکا کې کیږي په فرانسه کې کیږي په لندن کې کیږي هغه په دې کې هم کیږي او بیا وایي چې اسلامي هیواد یو شی چې موږ تاسې د بعضې متقدین همیشه یادوي وای په سعودي کې دا کار بندیز نه دی نو په افغانستان کې ولې بندیز نه دی دا, 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 دا انتقاد بالکل بې ځایه انتقاد دی ځکه چې که د سعودي حکومت یو حکمران کافر کېږي اعوذ بالله د کفارو دومره در تاثیر لاندې نو موږ به مغه کوچ ولې هلته په اسلامي یو کس شاید به این دلیل که قبله اسلام هست و مهد اسلام هست د دې مسؤلیت ترمور ډیر زیاتې چې د اسلامي اصول نه مراتی نو چې د اسلامي اصول نه مراتی ځان دومره مسولیت ورکوي نو موږ به د بدو اعمالو تابعداري باید ونه کړو ګورئ که یو پلار بد عمل کوي نه کافر کیږي نه روا کوي نو زوی به هم کوي چې خلک به وایي چې تا پلار یې کوي نو ته به یې ولې نه کوې دا دلیل بیا ځای دی ځکه که څوم د اسلام مرکز هلته غزه اسلام شروع شوی دی موږ خو اوس هلته بیا د کفارو ډیر کار کړی دی یهودو ډیر کار کړی دی دا د سعود کورنۍ تاریخ چې وګورې سعود کورنۍ تاریخ د وخت څخه چې کله چې دوی پر سر د اقتدار تلل د امریکا د کفارو سره په همکاري چې کفارو دوی ته وویل چې موږ تاسې ته حمایه مو کوو ستاسې حکومت به همیشه وي مګر زموږ فرمایشات به منئ نو دا چې اوس د دوی فرمایشات منئ حتی د کعبې شریف امام داسې ضعیف خبرې کوي په بعضې واضو نصیحتو کې چې هغه بیخي دغه ځای د مسلمانانو د اوس کې د فلسطین په موضوع کې بعضې مسلمانان خطیبان پیدا شو چې د فلسطینیانو حمایت یې کوئ مګر مطلق بندیز ولګېد دی حتی بندیان سوه د مسجدانو څخه منفق سوه د خطابتو څخه شته چې ولې دلته د فلسطین حمایت کوي د فلسطین باندې ظلم دا خو یو برملا ظلم دی دا کافر او مسلمان ټول په دې باندې اقرار کوي مګر د سعودي او د اماراتو د اکثر د ټولو عرب هیوادونو مشران حتی امامان نسي یادولی د مسجد امام دا خبر نسي کولی ځکه چې ټوله د کفارو تحت اثر ی خیلی ممنون آقای دکتر پویا. بیایید کمی بچرخانیم بحث را به این سمت که شما تخصصتان در شرق شناسی است و در مسکو هم حضور دارید و سفرهای هم به کشورهای منطقه داشتید. روابط امارات اسلامی با وجودی که آنگونه که رسمیت
گفته میشه به رسمیت نشناخته هیچ کشوری، اما روابطش را با کشورها به ویژه کشورهای آسیای میانه و تعاملاتش را وسعت بخشیده. از جمله ما نمونه هایی داشتیم که حتی نخست وزیر ازبکستان به افغانستان آمد و معاهدات تفاهم نامه های در حد چند میلیارد دلار امضا کرد و این تعاملات در حال گسترش هم هست. ارزیابی شما از لحاظ حقوقی و دیپلماتیک چی است از این بحث؟ در قدم اول زلیل صاحب خواستم که اصلاح بکنم که شما را مرا معرفی کردین دیپلمات سابق. ما هیچ وقت دیپلمات نبودیم و هیچ وقت یک روز هم در دستگاه دولتی افغانستان در هر رژیمی که بوده کار نکردیم. درست. تشکر از این اصلاحات. بفرمایید. بله. در رابطه با روابط بین کشورها با افغانستان، ما این یک امر بسیار ضروری میدانم. ما ضرورت میدانم که باید افغانستان مناسبات وسیع‌تر و وسیع‌تر با کشورهای منطقه و کشورهای جهان داشته باشند. از تجارب از اونها بیاموزند. مراودات اقتصادی وجود داشته باشه، مراودات تجاری وجود داشته باشه. شهرها بین کشورها باید ایجاد شود. ترانزیت باید رونق پیدا کند. انتقال انرژی از افغانستان و از افغانستان و از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی باید سخت مورد مطالعه و بررسی قرار بگیره و جامعه عمل بکشه. دلیل این تعاملات را شما پیشرفت دستگاه دیپلماسی افغانستان میدانید یا علاقه آسیای میانه به افغانستان؟ این ما ضرورت های در مجموع ضرورت های جامعه افغانی و جامعه منطقوی میدانم. این ضرورت هایی است که باید کشورها سر از این کار وظیفه دولت ها است. چه هر دولت که باشه، چه هر نظام که باشه، باید چنین کارهایی را انجام بده. شما میفهمید پروژه هایی که امروز روی دست است در مجموع پروژه های منطقه، پروژه های امروزی نیست. از جمله تاپی و تو تاپ و اینها اشاره میکنید؟ بله، حتی پروژه هایی که از خوشتیفک دفتر که در سالهای 50 چی شد، مثلا بند کمال خان که در سالهای 50 روی دست گرفته شد، و این که تاپی که امروز در بیشتر از 20 سال است که مورد بحثار یا بیقرار میگه کس عذاب، همچنان مواد بسیار زیاد است. یک پروژه دیگه شرق و جنوب است که پایپلاین گاز از روسیه به ازبکستان و ارزو داریم که به افغانستان و از طرف به پاکستان و هندوستان انتقال پیدا کنه. بسیار پروژه های مهم ترانزیتی وجود داره که در اینجا سهم کشورها بسیار بارز است. به او خاطر کشورها بسیار کوشش میکنن که در افغانستان یک امنیت کامل تامین شود، یک نظام مشروع شکل بگیره. تشکر. جناب آقای پویا، ادامه بحث را این گونه داشته باشیم با شما که ریاست الوزراء یا رئیس دفتر ریاست الوزراء از نماینده سیاسی یونما خواسته که اعتماد سازی بکنه میان افغانستان و کشورهای جهان. فکر میکنید آنچه که انزوای کنونی افغانستان قلمداد میشه از نظر برخی یا بیشتر کارشناسا میتونه تغییر بکنه و سازمان ملل برای اینکه اعتماد سازی بین افغانستان و کشورهای جهان بکنه چی قدم هایی میتونه بر بداره؟ ببینین، از ماست که بر ماست، همه چیز به ما تعلق داره. ما امروز بسیار شرایط خوب و مساعد را داریم. ما امروز یک کشور آزاد هستیم. ما امروز سطح قیمیت هیچ کشور دنیا قرار نداریم. ما زیر سلطه هیچ کشور دنیا قرار نداریم. ما آزادی خود کاملا به دست داریم. این یکی از نعمات بسیار بزرگ است که ما به او دسترسی پیدا کردیم. یکی از آرزوهای بسیار بزرگ و دیدنی مردم افغانستان است که در 50 سال اخیر چنین حالت در افغانستان شکل نگرفته بود. من همیشه میگم که چنین حالت امروز در افغانستان شکل گرفته. باید ما از این استفاده های بسیار مثبت بکنیم. و نظام امروز یک نظام که نظام سرپرست است. نظام امروز وظیفه نظام سرپرست ای است که باید یک جامعه قانونمند تشکل پیدا بکنه. نظام قانونمند باز هم مرادتان از یک نظامی هست که در او تفکیک قوا و مسائل شبیه دیگه کشورها انجام شود، آنجا که به باور امارت اسلامی امکان داره در موارد انحراف از قوانین اصلی اسلام باشه؟
ببینین قوانین در مجموع از طرف افراد جامعه بر اساس ضرورت های جامعه شکل میگیره. ما حتی اگر در خلاف انحراف اسلام باشه که امارات تاکید میکنه، هیچ وقت چنین برنامه وجود نداشت. من حتی نمیبینم که در کشورهایی که در دولت هایی که سابق بود، مثلا در سالهای در دوران ظاهر شاه بگویم، در دوران داوود خان بگویم، اینکه 50 یا 40 سال یک طرف بگذاریم، اونا در افغانستان تمام قوانین ما، قوانین اساسی ما، مغایرت، هیچ مغایرت با شریعت اسلامی نداشت. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه در قانونگذاری افراد و نمایندگان افراد سهم بسیار مهم دارند. اگر قانون، دستگاه قانونگذاری از طرف افراد شکل میگیره که اون نمایندگی از ملت نمیکنه، چون این قانون نمیتونه که ادعای ازیره بکنه که او باید تامین شود. و قوانین امروز افغانستان را فکر میکنید چقدر میتونه مشروعیت اجتماعی و داخلی داشته باشه؟ چقدر مقامات امروزی افغانستان از نظر شما از مردم نمایندگی میکنن؟ ما میفهمیم در این قسمت طالبا هم خودشان اقرار میکنند که یک حکومت، فعلا ما یک حکومت سرپرست داریم. به چی معنا؟ ما همیشه در تمام تلویزیون همیشه ابراز کردیم و امروز هم دوباره تکرار میکنیم. حکومت سرپرست یک حکومت است که موعد باید داشته باشد، موعد زمانش باید مشخص باشد. این حکومت سرپرست باید کارهایی را انجام بده که برای طرف مشروعیت نظام آینده کشور کارهای بزرگ را انجام بدن. از جمله چه کارهایی؟ این شرایط مساعد بسازن. این از وظیفه حکومت سرپرست. اما متاسفانه ما در 3 سالی که امروز میبینیم، در اوائل اگر وقت طالبان اگر بیاد داشته باشند تا به قدرت آمدن، به طور مثال در حدود 13 ولایت کشور ما مکاتب برای دختران بالاتر از 6 باز بود و اونا با افتخار این بیاد دارم که میگفتن که ببینید ما در ولایاتی که شرایط مساعد است، اینجا زمینه تحصیل وجود داره، ما مکاتب بسته نکردیم. اما امروز در تمام کشور مکاتب بسته میشه. یکی، اگر شما باید داشته باشین صحبت های آقای استانگزای، آقای دلاور، آقای متخیر که این ملاقات هایشان در دوحه، اونا همیشه ابراز میکردن که ما طالبان دیروز نیستیم، به شکل از انواع اینا ابراز میکردن که ما تمام قوانین مدنی جامعه و موافق هستیم، ما حق تحصیل و حق انتخاب برای افراد جامعه قائل هستیم، حق کار برای افراد جامعه قائل هستیم. اینا تماما اشعارهای بود که اونا میدادن. اما امروز من نمیفهم چرا سکوت اختیار میکنن در مقابل چنین اعمالی که امروز متاسفانه چنین حالتی که دکتر پویای گرامی، خیلی ممنون. آقای ایکاز، باور شما در مورد آنچه آقای پویا فرمودن چه هست؟ فکر میکنید امارت چرا یک سری اعمالی را که خودش قبلا ادعا میکرده که از او حمایت میکنه حالا نمیکنه؟ از جمله ایشان به مکاتب دخترها اشاره کردن و به موارد عزید است. دست دیرور چی هغه چی چی به اسلامی اصول کیوی هغه به افغانستان که تطبیقیږي، هغه چی چی علما محققین د هیواد اجازه ورکړي، مرتسی په هر ولسوالی کې، په هر ولایت کې، حتی در مرکز پورې د علماو شورای لرو. نو د مشرتابه سره هم د علماو مشورې سته، هلته د هیواد مشهور علما، د هیواد منل سوي علما دغه د مشرتابه سره همداسې په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې هلته علما موجود دي. نو دلته په افغانستان کې به هغسې قوانین وي چې هغه د کاملا د اسلامي اصولو سره برابر وي. ګورئ تاسې چې دا 40 کاله د امریکایانو او د نړۍ د کفارو پر ضد باندې افغانان وجنګېدل، قرباني یې ورکړه، په ځان پورې بمونه وتړل، ځان یې ټوټه ټوټه کړي. هغه کس چې ده په ځان پورې بم تړي، منظورتان از استشهادي است؟ استشهادیان دي. استشهادیان چې په ځان پورې بم تړي، د دوی هدف څه شو؟ د دې هدف دا نه و چې زه به دلته چوکۍ وګټم، دلته به زما د زه وزیر یم، دلته به زما اکاو یا بلبل زما اولاد دلته وزارت و ولایت وګي. د دې هدف یوازې دا و چې دلته په دې هیواد کې موږ کاملا اسلامي نظام غواړو.
اسلامی د اسلام د پاره د الله جل جلاله د رضا د پاره د اسلامي نظام د قائمول د پاره د قربانی. و فکر میکنید به او مرادشان حالا رسیدن؟ بله، نو اوس نو د اوسنی حکمرانان چې د مسولیت لري چې د هغو شهیدانو چې د اسلام د پاره ځانونه ټوټه ټوټه کړل د هغو ارمان باید دی پوره کړي. دلته کاملا اسلامی نظام کاملا او مرتون چې یو په نامه اسلامي نظام چې زه مسلمان یم، نور اعمال او کردار او لباس او شکل او خوراک او چشک او کورنۍ او دای ټول د غرب په شکل او دلته وای زه مسلمان یم. نه، باید هغه اسلامي اصول چې مخکې آیات شریف کې چې ادخلوا فی السلم کافه مکمل باید دلته اسلامي نظام حاکم وي، ځکه چې دغه شل کال قرباني دغو کسانو د اسلامي نظام د قیام دپاره ورکې. او دا چې هغه کسان چې هغه مخکې هم د حتی د امریکایانو ملګري وو، هغه هم اوس انتقاد کوي چې دلته ولې دا قوانین په موږ باندې تطبیقیږي. دوی خو د امریکایانو وجود هم دی منلی، حتی ورسره ولاړ و، حتی حمایت یې کوي، حتی هغه کسان چې د امریکایانو پر ضد باندې جنګېدل د هغوی سره دوی جنګ کوي، هغه یې محکومول، هغه یې بندیانول. نو اوس هغه دا نظام د استشهادیانو په وینو سره راغلی دی. نو استشهادیانو وینه د اسلامي نظام د قیام دپاره ورکړې ده. نو په دې هیواد کې به کامل اسلامي نظام حاکمیږي. تشکر بیننده های عزیز، درنگ کوتاه داریم، برخواهیم گشت. دوباره خوش آمدید به افغانستان 1400. آقای ایکاز، یکی از مسائلی که بین نماینده یونما و مقام امارت اسلامی بحث شد این بود که رسانه‌های خارجی بیش از این نظام امارت اسلامی را تخریب نکنند. شما فکر می‌کنید رسانه‌ها، آن هم رسانه‌های بیرونی، نظام امارت را تخریب می‌کنند؟ بالکل. دست دی خارجانو خو دغه شل کاله په میلیاردونو ډالر دلته مصرف کړ چې دلته په افغانستان کې یو غربي ټولنه جوړ کړي، د ښځو په نامه، د مدني ټولنو په نامه، په هر بخش کې مرتسلی دل چې په د جمهوریت په اولو کلونو کې په سلهاو رادیوګانې وې، په زرهاو مجلې و، اخبارونه وه، همداسې په سلهاو تلویزیونونه وه چې څوک چې دی په افغانستان کې د فکري جګړې ته دی ډېر کوشش وکړي چې دلته د افغانانو افکار بدل کړي، د افغانانو فکر دې دپاره دوی ډېر مصارف او که پیسې او هر څه دلته امریکایان په زرهاو امریکایان مردار سوه، دغسې د اته څلوېښت ملکو څخه چې دلته نظامي کسان غلي وو دلته مردار سوه ووژل سوه د افغانانو د خوښه. نو د دوی هغه څه چې هیلې او ارمانونه چې وه هغه ټول د خاورو سره خاورې سوه. افغانانو مقاومت وکړي، جهاد وکړي. امریکایی ها یا دیگه کشورها چه سود میبرند، چه فایده ای از این کار میکردن که یک چون این کاری را اونها انجام داده باشن؟ اسلام دی د ځان لپاره خطر ګڼي. هر ځای چې کامل اسلام حاکمیږي دی د ځان لپاره خطر ګڼي. نور تاسو وینو چې اسلامي هیوادونو کې چې هلته یو څوک د کامل د اسلامي اصولو د مکمل تطبیق دپاره کار کوي، هغه دوی د ځان لپاره خطر ګڼي. دا خو د علیه السلام د وخت څخه راشروع ده، دا خو د څوارلس سوه کاله مخکې راشروع ده چې د مسلمانانو تر کفارو تر مابین هېڅ وخت کافر د مسلمان دوست کېدلی نه سي. د دوی سره زموږ دوی دښمني چې ده، دا د اسلام د کفر پر بنیاد ده، دا د سوونو کلونو. اما امارت اسلامی همیشه تاکید کرده، همیشه خطاب قرار داده کشورهای جهانی که اکثریتش کشورهای به قول شما کفری هستند، خطاب قرار داده که بیایید با ما تعامل داشته باشید، رابطه داشته باشید، دروازه دیپلماتیک افغانستان برای شما باز هست. بالکل، مرد طول دنیا سر اگر با کفر نمیشه دوستی کرد، این تناقض نیست؟ یو دوستی ده، یو فقط د دې سره هغه د ضرورت په اندازه د دې سره تګ و راتګ دی. د امر معروف په نوي قانون کې دا شته چې تاسو اعتقاد کوئ په دې کې مرغلي د کفارو سره دومره ځان نږدې کول چې هغه د دوستۍ اندازې ته رسېږي دا نشته. او دا خو اوس د دنیا ضرورت دی، د دنیا ضرورت دی چې موږ تګ و راتګ وکړو، دا خو په یوه نړۍ کې سره اوسېږو. زموږ په ملک کې غیر مسلمانان شته، اهل یهود دغه نه، هندوان، سیکان اوسېږي، مګر نه
دوستی و محبت به مو د مسلمانانو د کفار تر مابین هم داس نس کده لکه د مسلمانانو تر مابین چې د آیا چریب کړه چې اشداء علی الکفار رحما بینهم مسلمان باید د کافر سره شدت تو دشمنی ولري او خپل مابین کې دوستی او محبت سره ولري او دا چې د یو تګراته ګو ډیپلوماټیک اړیکو دغه د دنیا ضرورت دی په دې کې موږ اشاره نه لرو چې اوس د دې د وسایل څخه استفاده وکړو دغه چې تګراته پر ځان باندې خو کړی نو سره بندولای چې اخواته نور د کافر دی دلته باید مرولار نس نه دا خو عقل د قزانه ده دا عقل د قزانه ده نه د چې به کې مطلق اړیکې تګراته بکو مونږ هغه دښمنۍ چې د دې زمر سره ده چې د 1400 کال مخکې راشه روسیا ده هغه پر ځای پاته دی دی همیشه د دې پر خاص بودی جیلری د دې د دې کلیساوی خاص بودی جیلری چې څنګه مسلمانان زیپ کې څنګه مسلمان تخریب کې څنګه هغه واقعي مسلمانان په دنیا سلیری کې په نامه سره چې مسلمان يم دغه ست مرتسل دل چې اشرف غنی بسم الله نواز ده دا پر اسلامي هیواد باندې حکم کړی وو دومره قحط رجال حتی شزه يهودي و دا سده سبا کوچ بخي یو يهودي په ارک شيري نو یو په نامه سره مسلمان یک شیر په بغل کې يهودي ور سره مشوره او صلاح او مصلحت هو د يهودي و د سر په نامه سره مسلمان هغه بسم الله سم نسب ویلی. ممنون جناب آقای پویا. به این اول این که اگر ما با کفر نمیتوانیم دوستی کردن، آیا میتوانیم تعاملات با اونها داشته باشیم؟ یک مورد. و مورد دوم هم این که نگاه آمریکا و کشورهای جهان به وضع افغانستان این است که باید افغانستان را به شکل خودشان در بیارن؟ ببینین اول بگویم که من نمیبینم که اقرار تضادهایی که بین اسلام و کشورهایی که در اونجا دین اسلام چیز نیستن دوچاری نیستن داشته باشه. شما میبینید من برای شما میتونم مثال بتم در امریکا، در لندن، در اروپا، در مجموع ما که میبینیم امروز تعداد مساجد بیشتر و بیشتر میشه، تعداد مسلمان ها بیشتر و بیشتر میشه و هیچ کدام چیز مانی وجود نداره که اینا تمام مراسم دینی و مذهبی خود اونا چیز بکنن، ادا بکنن. من در این قسمت هیچ تضاد رو نمیبینم. نمیفهم که دوست ما از کدام تضاد صحبت میکنن. من فکر میکنم که ما امروز به طرف یک جهان انسانیت باید بریم. ما انسان ها رو من ایسی اگه انسان با اساس اخلاق و تماما امو روش های انسانی از مورد ارزیابی قرار بدیم. کشورها با کشورها همچنین معاملات داشته باشیم. کشورهایی که ندارن مثلا تضاد با تمام چیزهای سنتی ما، افکار سنتی ما با فرهنگ و کلتور ما کنم تضاد ندارن، با اونا باید مناسبات و مراودات خوب داشته باشیم. این ضرورت اجتماع است که ما هرچی بیشتر و به نظر شما این ضرورت که شما اشاره می کنید کفر تلقی نخواهد شد؟ به این صورت من فکر نمی کنم که تضاد در رابطه با تضادهای مذهبی در جهان شکل بگیره. من نمی بینم نمونایش که در کشورهایی که در اونجا هم مسلمان هستن هم مذاهب دیگر هستن اونجا تضادهای حاد وجود داشته باشه. برعکس من میبینم که مسلمانان بیشتر از دیروز حتی اونا مراسم خود به شکل بهترش انجام میتن و شرایط بهتر برایشان مساعد است. من این را میبینم. اما برعکس از این نمیبینم که در کشورهایی که محدودیت ها برای مسلمان ها وجود داشته باشه. به جز از یک میان ماه کشور است که ایشان یک آیت قرآن را خواندن که اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. این آیت را خواندن و استدلال کردن که دوستی با کفار، تعامل رفیقانه با کفار ممکن نیست و اینا از 1400 سال به این طرف با اسلام دشمنی دارن. ما گفتم برای شما که ما نمیبینم دشمنی که کدام سطح است. من نمیفهم قدر عمیق ارزیابی ندارم که اجازه بدین آقای ایقاز کوتاه خودشان اشاره کنن بر بگردیم به ادامه بحثتان. بفرمایید. مورد تصدیده در فلسطین موضوع تا متوجه سو پا فلسطین که کچیری آنچه در غزه جریان داره پا غزه که جریان لری په غزه کې چې کوم حالت جنرالي دا که د نړۍ په هر کونج کې پر کوپارو باندې وای د نړۍ ټول کوپار به د هغه متجاوز په مقابل کې درېدلی وای.
منګر سره د دې چې د دې ظالم اسرائیل سره د نړۍ ټول کوپار ولاړ دي اسلحه ورکوي سیاسي ملاتړ کوي دا دومره وحشت چې دی په مسلمانان باندې روان کړی دی دا لکه چې کچیر پر یو کاپیر باندې وای د نړۍ ټول کوپار به د کوپار پر ضد درید متاسفانه موږ اوس بیا هم د کوپار څخه د دوستۍ توقع لرو د دې دومره ظلم چې اوس موږ په تاسو په مشاهده وینو دغه سره سره بیا هم د دې څخه د دوستۍ توقع لرو د کوپار کې نه انسانیت شته نه همدیني شته نه بشر دوستي شته دی مطلق وحشان دي د دې د حیواناتو هیڅ فرق وجود نه لري تشکر اول جنبندی شما را در بیشتر از یک دقیقه خواهیم داشت آقای پویا چشمانداز و دورنمای شما از روابط افغانستان با جهان با وضع کنونی چه هست؟ من فکر میکنم که ما باید با اینده خود خوشبینانه نه نگاه بکنیم ما آرزو دارم که فرصت هایی که امروز ما داریم از استفاده عظمی صورت بگیره ما بریم یک نظام را در افغانستان حاکم بسازیم که او تمام باساس اراده ملت شکل بگیره در اونجا قوانین اساسی وجود داشته باشه قانون اساسی و قوانین مدنی وجود داشته باشه که مغایرت با شریعت اسلامی نداشته باشه در اون صورت ما میتونیم یک جامعه مرفع را بر تمام اتباع خود ایجاد بکنیم از ما در یک دقیقه خیلی ممنون از شما آقای دکتر سمیع‌الله پویا عضو انستیتیوت شرقشناسی در مسکو و همچنان مولوی نور محمد ایقاز آگاه مسائل سیاسی در استدیو از حضورتان در برنامه و همچنان ممنون شما بیننده های عزیز افغانستان 1400 تا دیدار فردا لحظات بکامتان بدرود